به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. محمد یزدی زاده هستم از تیم وایپینگ، در خدمتتون هستم با پکیج آموزشی توسعه استریسک با برنامه نویسی AGI. خب دوستان، یک فایل پاورپوینت براتون آماده کردم که مباحث و سرفصل‌های این دوره کاملا توش شرح داده شده و سعیم بر این هستش که ویدیوهایی که قراره تولید بشه بر اساس همین سرفصل‌ها باشه. خب اجازه بدیم بریم سراغ عناوین این پکیج آموزشی. در ابتدا با همدیگه در مورد کاربردهای توسعه استریسک با AGI صحبت خواهیم کرد. فرض بکنیم آخر این آموزش ها ما یاد گرفتیم که AGI رو چه شکلی پیاده سازی بکنیم، اما کاربردهاش چی هستش؟ در ادامه ابزارها و برنامه هایی رو که من توی این آموزش، توی این دوره آموزشی ازشون استفاده کردم رو بهتون معرفی میکنم. اگر دوست داشتید میتونید اونا رو تهیه بکنید، دانلود کنید، نصب بکنید و آماده بشین برای تمرین کردن. وقتی که این پکیج رو تهیه میکنید، یک سری فایل و فیلم داخل این پکیج براتون آماده شده. میام اون فایل های داخل پکیج رو بهتون معرفی میکنم و بهتون میگم که هر فایلی کجا چه کاربردی خواهد داشت. در نهایت میریم سراغ اصل قضیه. AGI رو براتون معرفی میکنم، ساختارش رو براتون شرح میدم و نحوه پیاده سازی و فراخوانیش رو بهتون نشون خواهم داد. در ادامه میریم سراغ زبانها و کتابخانه های AGI، کتابخانه هایی که برای توسعه AGI، برای اسکریپت نویسی AGI توسعه داده شدن. و بعدش میریم سراغ ساخت اولین اسکریپت AGI خودمون به زبان PHP. اما اینکه چرا زبان PHP رو برای این دوره آموزشی انتخاب کردم، این هستش که یک، PHP یک زبان بسیار جنرال و عمومی هستش. PHP زبانی هستش که به راحتی میتونیم یاد بگیریم و کتابخونه های بسیار زیادی برای انواع سناریوها تو سطح اینترنت براش میتونیم پیدا بکنیم. نکته بعدی اینه که زبان PHP جز ریکامنت ها برای توسعه استریسک با استفاده از اسکریپت های AGI هست. البته ما توی وبسایت وایپینگ آموزش هایی رو برای اسکریپت نویسی AGI به زبان پایتون هم تولید خواهیم کرد، البته نه به کامل بودن این پکیج آموزشی. توی اون دوره های آموزشی صرفا سینتکس های مربوط به اون زبان، یعنی زبان پایتون رو بررسی خواهیم کرد. خب در ادامه میریم سراغ برخی از دستورات پرکاربرد در AGI. اون دستورات رو با هم دیگه بررسی میکنیم و کاربردش رو با هم دیگه متوجه میشیم. در ادامه میریم سراغ دیباگ کردن AGI در استریسک. به هر حال به عنوان یک دیولپر باید ابزار دیباگینگمون آماده باشه. و بعد میریم سراغ دد AGI و معرفی AGI در کانال‌های غیر فعال. با همدیگه چند تا مثال رو توی کانال‌های غیر فعال پیاده سازی میکنیم. و بعد بریم سراغ کار با دیتابیس. به هر حال شما زمانی که دارین اپلیکیشن یا ماژولی رو با AGI تولید میکنید و قصد فروش و درآمدزایی باهاش دارید، ناگزیر باید بتونین توی AGIتون با پایگاه داده ارتباط برقرار بکنید. باید بتونین داده رو از دیتابیس واکشی بکنین و در صورت لزوم داده رو وارد دیتابیس بکنید. خب اول با هم دیگه نرم افزار PHP مای ادمین رو نصب خواهیم کرد و بعد میریم سراغ نصب نرم افزار وب مین. به واسطه این دوتا نرم افزار از طریق UI تخت وبی که در اختیار ما میذارن، در حقیقت ما میتونیم متصل بشیم به پایگاه داده MySQL و بعد میریم راه‌های واکشی داده از دیتابیس MySQL یا MariaDB رو با هم بررسی میکنیم و همچنین راه‌های ورود داده به این دیتابیس رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم.
در نهایت میام یک کتابخونه بسیار کاربردی رو بهتون معرفی میکنم برای دسترسی به لایه دیتابیس. چندین راه رو با هم دیگه بررسی میکنیم و در نهایت شما با سلیقه خودتون یکی از این راه ها رو برای ارتباط با پایگاه داده انتخاب خواهید کرد. در ادامه بریم سراغ قسمت هیجان انگیز این آموزش. با هم دیگه دو تا ماژول بسیار کاربردی رو پیاده سازی میکنیم. اولیش ماژول نظرسنجی هستش و بعد با هم یک تلفن بانک رو میسازیم و بعد میریم سراغ معرفی EAGI و FastAGI و با مفاهیم این دوتا نوع از AGI هم آشنا خواهیم شد و بعد میریم سراغ یک مبحث بسیار کاربردی، در حقیقت مبحث پایانیمون، بایدها و نبایدهایی که در اسکریپت نویسی AGI باید لحاظ بکنید تا ماژول ها و اپلیکیشن هایی که تولید میکنید در مراکز تلفنی که تعداد تماس های همزمان بسیار بالایی دارن هم به خوبی بتونن کار بکنن و باعث این نشن که پرفورمنس یا کارایی سروره از سریسکتون بیاد پایین. خب اجازه بدیم بریم سراغ کاربورد های توسعه استریسک با AGI. در حقیقت ایجاد و تولید انواع سناریوهای مورد نیاز میشه کاربرد توسعه استریسک با AGI. چه سناریوهایی؟ سناریوهایی مثل ساخت انواع تلفن بانک‌ها، انواع مسابقات تلفنی، ساخت ماژول نظرسنجی، ماژول اعلام کد اپراتوری، ساخت پیچیده‌ترین IVR‌ها، ساخت ماژول اصلاح کالر آیدی، پیاده‌سازی انواع سیاست‌های درون سازمانی، ساخت ماژول ارسال پیام خوشامدگویی به مخاطبین که توی آژانس‌های هواپیمایی و یا آژانس‌های مسافرتی به شدت طرفدار پیدا کرده، ساخت سیستم حضور و غیاب. بله تعجب نکنید، ما با AGI میتونیم سیستم حضور و غیاب حتی بسازیم، ساخت انواع تلفن‌های گویا، ساخت مراکز تلفنی توزیع شده مثل آتش نشانی ها، ارتباط با انواع CRM ها و وب سرویس ها و در نهایت از AGI میتونیم در هوشمندسازی منازل هم استفاده بکنیم. اما برنامه هایی که توی این پکیج آموزشی من از اونها استفاده کردم، برنامه محبوب VNCP هستش برای دسترسی راحت به فایل های سرور های لینوکس و یا فایل های سرور ویپتون. ما با استفاده از این نرم افزار به سرور استریسک اون متصل خواهیم شد، فایل ها رو اصطلاحاً بروز میکنیم و در صورت لزوم ویرایش. برنامه پوتی برای اتصال به کنسول لینوکس و کنسول استریسک که به واسطه این اپلیکیشن یا این نرم افزار میتونیم کامند های مورد نظرمون رو روی لینوکس و یا کنسول استریسک اجرا بکنیم. برنامه نسبت پلاس پلاس هستش، یک ویرایشگر هستش برای ویرایش فایل ها و کد نویسی سناریو هامون ازش استفاده میکنیم. و نرم افزار پی اچ پی مای ادمین و وب مین که به واسطه این دوتا نرم افزار ما میتونیم به پایگاه داده مای اس کیو ال یا ماریا دی بی مون متصل بشیم و فعالیت هایی که لازم هست رو از طریق یو آی که این نرم افزارها در اختیارمون میذارن روی پایگاه داده انجام بدیم. اما زمانی که شما این پکیج آموزشی رو تهیه میکنید، داخل این پکیج چه فایل ها و فولدر هایی هستش؟ 16 فایل ویدیویی با فرمت MP4 هستش از محتویات کل دوره. کل محتویات دوره در یک فایل پاورپوینت همونجوری که خدمتتون عرض کردم سرفصل بندی شده و اون فایل پاورپوینت ازش یک PDF هم گرفته شده. داخل پکیج آموزشیتون یک پوشه داریم به اسم ویپین دیبی که حاوی 3 تا فایل PHP برای ارتباط با پایگاه داده هستش. پوشه ویپینگ سامپل حاوی مثال هایی که تو کل این دوره با هم دیگه حل میکنیم، فایل های PHP شو براتون اونجا میذارم. و پوشه سناریو حاوی تمامی فایل های مورد نیاز برای پیاده سازی دو تا سناریوی اصلیمون. کتابخونه PHP AGI رو هم که برای اسکریپت نویسی AGI به زبان PHP لازم هست رو تو این پکیج براتون گذاشتم و پکیج نسبی نرم افزار تحت وب مین.
اما بریم سراغ اصل قضیه، معرفی AGI. این AGI که در موردش داریم صحبت میکنیم چی هست؟ در حقیقت استریس با معرفی AGI اومد شرایطی رو فراهم کرد که بشه بین کانال های خودش و یک زبان برنامه نویسی ارتباط برقرار کرد. در حقیقت ما با AGI کنترل و مدیریت چنل های استریسک رو از دالپلن میگیریم، میدیم به یک زبان برنامه نویسی. خب تو زبان برنامه نویسی دست ما بازه، هر کاری تقریبا بخوایم میتونیم با اون کانال انجام بدیم. AGI برخلاف AMI که یکی دیگه از اینترفیس های توسعه استریسک هست، یک فرایند سینکرونس هست. یعنی اون کانال استریسکی که به اسکریپت برنامه نویسی منتقل شده، بهتر بگم مدیریت اون کانال استریسک که وارد اسکریپت برنامه نویسی ما شده، تا پایان اجرای اون اسکریپت به دالپلن بر نمیگرده. حالا این مفهومو تو مثالا بیشتر با هم دیگه درک خواهیم کرد. کلن استریسک برای ارتباط با انواع اسکریپت های AGI از دو تا تکنولوژی استفاده میکنه، یکی از بافرهای STD in و STD out و TCP/IP. در حقیقت زمانی که از بافرهای STD in و STD out استفاده میکنه، مفهوم استاندارد AGI میاد وسط، و زمانی که از تکنولوژی TCP/IP استفاده میکنه، مفهوم Fast AGI میاد وسط. از الان تا زمانی که من Fast AGI رو بهتون معرفی بکنم، در مورد استاندارد AGI داریم صحبت میکنیم. انتقال اطلاعات از اسکریپت AGI به استریسک از طریق بافر استیدی آت انجام خواهد شد، و استریسک برای انتقال اطلاعات از خودش به سمت اسکریپت برنامه نویسیمون، به سمت اسکریپت AGI، از بافر STD in استفاده خواهد کرد. به محض فراخوانی یک AGI، تقریبا اکثر متغیرهای کانال به غیر از متغیرهای گلوبال به اسکریپت AGI پاس داده خواهد شد. یعنی حتی شما تو اسکریپت AGIتون ممکنه تقاضای این متغیرهای کانال هم هنوز نکرده باشید، ولی زمانی که توی استریسک توی دالپلنتون میان یک AGI رو فراخوانی میکنید، حداقل 19 تا متغیر توی کانال هستن که به صورت پیشفرض به اسکریپت AGI شما منتقل میشن. نحوه فراخوانی این AGI رو با هم دیگه ببینیم. شما توی دالپلنتون در کانتکست مورد نظرتون و در اکستنشن مربوطه با استفاده از دستور AGI پرانتز باز نام اون AGI و آرگومان های مد نظرتون میتونین یک AGI رو فراخوانی کنید. اگر مسیر فیزیکی این AGI رو مشخص نکرده باشید، استریسک به صورت پیشفرض میاد توی این مسیر، یعنی ور لیب استریسک AGI بین دنبال این AGI میگرده. ولی اگر مسیر فیزیکی رو مشخص کرده باشیم، یه راست میره سراغ همون مسیر. اسکریپت های AGI باید برای یوزر استریسک در سرور لینوکستون دسترسی اجرا داشته باشه. این رو جلوتر توی مثال ها در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم که اگر دسترسی اجرا رو به یوزر استریسک ندیم، AGIتون فراخوانیش با مشکل مواجه خواهد شد. خب دوستان، بریم سراغ معرفی زبانها و کتابخانه های AGI. در حقیقت به واسطه اینکه استریسک برای ارتباطش با AGI داره از بافرهای STD in و STD out استفاده میکنه، شما دستتون بازه از هر زبان برنامه نویسی که دلتون میخواد به عنوان اسکریپت نویسی AGI میتونید استفاده بکنید. PHP، پرل، پایتون، روبی، حتی شل های لینوکستون، اگر نود جی اس بلدین حتی نود جی اس، سی پلاس پلاس، دات نت، جاوا،
اما یه نکته هستش، کدوم از این زبان‌ها ریکامند هست؟ ما تو ویدیوی باید‌ها و نباید‌ها این قضیه رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. اما از من بپذیرید فعلا که 3 زبان برای اسکریپت نویسی AGI توصیه شدن: زبان PHP، پر و پایتون. من کتابخونه ها و وبسایت هایی رو که اومدن برای این زبان ها کتابخونه تولید کردن، اون وبسایت ها رو براتون لیست کردم. البته توی پروژه‌تون کتابخونه مربوط به زبان PHP که PHP AGI هست رو اون رو گذاشتم، دیگه لازم نیست به منبعش مراجعه بکنی. خب بریم سراغ معرفی کتابخونه PHP AGI. در صورتی که شما بیاین یکی از ایزوهای مبتنی بر FreePBX رو به عنوان سرور استریسکتون نصب بکنید، یعنی الاستیکس تا قبل از ورژن 5، ایزابل انواع ورژن هاش و خود نسخه های FreePBX، این کتابخونه به صورت پیشورز توی مسیر پیشورز AGI هاتون موجوده. /var/lib*AGIbean/phpagi.php. خب این کتابخونه بر پایه مدل شیگرا تولید شده. دوستانی که با برنامه نویسی Object Oriented آشنایی داشته باشن، مفاهیم براشون خیلی راحت خواهد بود. خب دوستان، رسیدیم به ساخت اولین اسکریپت AGI به زبان PHP. اما این اولین اسکریپتمون رو توی ویدیوی بعدی و در قسمت بعدی میریم سراغش و پیاده سازیش میکنیم. مرسی که نگاه کردید. تا جلسه بعدی، فعلا خداحافظ.